بیان آنکه مخلوقی کر تو را از او ظلمی رسد به حقیقت او همچون آولتی است عارف آن بود کی به حق رجوع کند نه به آلت و اگر به آلت رجوع کند به ظاهر نه از جهل کند بلکه برای مصلحتی چنانک ابایزید قدس الله سره گفت که چندین سال است که من با مخلوق سخن نگفتم و از مخلوق سخن نشنیدم ولیکن خلق چنین پندارند که با ایشان سخن میگویم و از ایشان میشنوم زیرا ایشان مخاطب اکبر را نمیبینند که ایشان چون صدا اند او را نسبت به حال من التفات مستمع عاقل به صدا نباشد چنان که مثل است معروف قال الجدار للوتد لم تشقنی قال الوتد انظر الى من یدغنی احمقانه از سنان رحمت مجو زان شهی چون جوکان بود در دست او با سنان و تیغ لابه چون کنی کو اسیر آمد به دست آن سنی او به صنعت آذر است و من سنم آلتی کو سازدم من آن شوم گر مرا ساغر کند ساغر شوم ور مرا خنجر کند خنجر شوم گر مرا چشمه کند آبی هم ور مرا آبتش کند تابی دهم گر مرا باران کند خرمن دهم ور مرا ناوک کند در تن جهم گر مرا ماری کند زهر افکنم ور مرا یاری کند خدمت کنم من چو کلکم در میان اسبعین نیستم در صف طاعت بین بین خاک را مشغول کردو در سخن یک کفی بر بود از آن خاک کهن ساهرانه در رو بود از خاکدان خاک مشغول سخن چون بی خودان برد تا حق تربت بی رای را تا به مکتب آن گریزان پای را گفت یزدان که به علم روشنم که تو را جلاد این خلقان کنم گفت یارب دشمنم گیرند خلق چون فشارم خلق را در مرگ حلق تو روا داری خداوند سنی که مرا مبغوز و دشمن رو کنی گفت اسبابی پدی دارم عیان از تب و قولنج و سرسام و سنان که بگردانم نظرشان را ز تو در مرزها و سببهای ستو گفت یارب بندگان هستند نیز که سببها را بدرن ای عزیز چشمشان باشد گزاره از سبب در گذشته از حجب از فضل رب سرمه توحید از کوحال حال یافته رسته ذلت و اتلال ننگرن اندر تب و قولنج و سل راه نتهن این سببها را به دل زان که هر یک زین مرزها را دواست چون دوا و نپذیردان فعل قضاست هر مرض دارد دوا میدان یقین چون دوای رنج سرما پوستین چون خدا خواهد که مردی بفسرد سردی از صد پوستین هم بگذرد در وجودش لرزه‌ای بنهد که آن نه به جامه به شود نه از آشیان چون قضا آید طبیب ابله شود وان دوا در نفع هم گمره شود کی شود محجوب ادراک بصیر زین سببهای حجاب گولگیر اصل بیند دیده چون اکمل بود
فر بیند چون که مرد احول بود.